اپلیکیشن 724 تقدیم می کند. منکس چیست؟ منکس یه سرویس اعتباری مربوط به اپلیکیشن 724. شما از اپلیکیشن 724 شارژ و بسته اینترنتی می‌خرید و یه مبلغی از خرید رو در ازاش پاداش می‌گیرید. این پاداش اسمش منکسه. منکسا تو حسابتون میمونه. بعد چی میشه؟ هر موقع خواستید میتونید باهاشون تو خود اپلیکیشن دوباره خرید کنید. خرید، دریافت پاداشی به اسم منکس، خرید دوباره با خرج کردن همون منکس. ۷۲۴ تا سلام خدمت شما عزیزان بیننده. امیدوارم که ناتو رو دیده باشید و ازش لذت برده باشید. همونطور که میدونید عزیزان، تا به امروز مجری برنامه ناتو و گرداننده برنامه ناتو محمد رضا علی مردانی عزیز بود، تا خب به خاطر پاره ای از مشکلات که پیش اومد متاسفانه نتونستن ادامه بدن و این افتخار شامل حال من شد که از این قسمت به بعد در خدمت شما عزیزان باشم. به هر حال محمد رضا هم تلاششو کرد، هر چی که داشت رو کرد و خب خدایش دیگه چیزی هم برای ارائه نداشت دیگه. گرداننده بود، گادفادر بود، خودش نیست ولی صداش هست و خودش هست، صداش هم هست. من نکردم، من تا این چه کیفیتی و نوکرتم داشت، خیلی کوچیکم. آقای فدای شما بشم خدا. بله سلام، اونم 724 تا سلام. بله این منکس که واحد پولی ما در برنامه پیشین بود و معادل 10 میلیون تومان، در اصل یک واحد پولی تو اپلیکیشن 724 که بعداً بهتون میگم چجوری به دستش بیارید. سلام علیکم. سلام علیکم. مخلصیم رفقا. شکرید. خوش اومدید. شما خوش اومدید. همگی خوش اومدید به ناتو. به زودی خواهید شناخت دوستان عزیز من رو. اونایی که میرن تئاتر میبینن درخشششون رو صحنه دیدن، اونایی که ندیدن هم بعداً برن ببینن. امروز که آشنا شدید میفهمید چرا اینو میگم. خب با معرفی شروع کنیم؟ بله بله حتما. به نظرم چون تئاتری هستم، محمد رضا علی مردانی هستم. آفرین. خواستم بگم چون تئاتری هستیم منم یه عرقی دارم، همینجوری ساده معرفی رو شروع نکنیم. شما پیشنهاد و ناخواسته دادی، پیشنهاد میکنم داب اسمش کنیم به جای هم دیگه حرف بزنیم. کی جرأت داره منو معرفی کنه؟ من. تو که آره، تو همیشه. آفرین. اصلا خب. من 3-2-1 میگم بگید. اما من چالشی میخوام برم. تو همین که افتخار نصیبت شده. یاد داری. معرفی آقا با صدای سرکار خانم. 3-2-1 سلام و درود. خیلی مسخره. صدای پیرزن چرا روش؟ دیگه. برو برو. آقا نمیبرم. بخواه بریم. آره برو. 2-1 سلام و درود خدمت همه همراهان عزیز. سلام و درود خدمت همه همراهان عزیز. من پژمان علی پور هستم. امروز اومدیم که با هم دیگه بترکونیم. آفرین. خیلی باحال بود. خیلی باحال. مرسی بریا. مرسی. خود سرکار خانم رو شما به نظرم من معرفیش میکنم. بله. سلام و عرض ادب، سلام دارم خدمت دوستان عزیز و ارجمند. بنده پریا صادقی هستم، مزنون به ناتو. بلکل. خب من سارا رو معرفی کنم. نه چرا؟ میخوام نه کنم. خب حالا که گفتن نه اتفاقا آره. آماده؟ 3-2-1 سلام علیک میکنم خدمت
شما بینندگان در شبکه استانی برنامه ناته ناته پلتفرم فیلمنت امیدوارم که برنامه خوبی رو با هم دیگه تدارک ببینیم و خوب بود بیا سارا. خب دیگه من باید برم دیگه نمازم. آره که صدای خوب بری. باش سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. من یکی از شرکت کننده های بسیار جذاب و خوشگل ناتو هستم. اصلا سن قانونی برای مسابقه نرسیدم. من اصلا پایین هم دیگه. آقا یه پیشنهاد بدم، همه ما چهارتا احسان و معرفی یا نه خود شما معرفی بکنم. آره خود آقای مردانی جذاب تر. آره اصلا استاد دوله دیگه. نه استاد به من نچسبونه. افتخار بگذارید نصیب من میشه. عالی بریم. عزیز دوله. اینکم در آورد و انسان فکر میکرد یه روز من دوله هست. فقط این خدای صدات کدوم میخواد بری الان؟ بداهه میرم تو هم عالی. علی یه صدای داغون بذار. داغون‌ترین کاراکتری که تا الان ببین ساده برگزارش کنم یا بیچارهت کنم؟ نه بیچارهش کن. بیچارهش کن. بیچاره کن. گزینه آره. سوم بذار آره. بیچاره بیچاره میکنه. رفیق خودمی، اهل چالشی آقا بریم. بریم. 3 2 1 سلام. اصلا قصد ندارم خودم رو معرفی کنم. به خاطر اینکه من مدام صدایم عوض میشه. صدای من که عوض میشه قیافه منم تغییر میکنه دیگه. پس ناچارم خودم رو به هر حال معرفی بکنم. من احسان کریمی هستم. اما سن و سالی به اون صورت ندارم. خیلی کوچولو هستم. سرعت تغییر چهره رو باری کردم. شما که ماشاءالله. من که عادی شده برام. من نمی‌خواستم تو رو غافلگیر کنم. میگم نه این کاره اینه. غافلگیر نمیشه. بچه‌ها واقعا خوشحالم در کنارتون هستم. مطمئنم یه مسابقه جذاب رو به امید خدا در کنار هم تجربه خواهیم کرد. حتما به امید خدا. حتما همینجوریه. قوانین که توضیح داده شده در جمع شما یک نفر از قبل بهش تقلب رسونده شده و اون شخص ناتو این بازیه. همه ما ناآگاهیم نسبت به اینکه پاسخ صحیح سوالها چیست و ناتو کیه. ناتو فقط خودش میدونه که ناتو و هدایتگری که اون پشمشا خبر داره جواب درست سوالا چیه و ناتو کیه. بنابراین همه میکوشیم برای اینکه هر سوال 10,000,000 تومان هر کدوم از این منکسا برای هر سوال که جواب درست داده بشه در نظر گرفته شده به جواب درست برسیم. به هر حال ناتو هم باید تلاش کنه که دست کم 4 تا از این سوالها جمع رو هدایت بکنه که به جواب درستش برسه. اگه زیر 4 تا کمک بکنه اون ته برنده هم بشه. 100,000,000 هم اونجا باشه نصیبش نمیشه. من این خوبه. آقای علی مرزانی. حالا باید وارد ماجرا بشی و کمک کنی جان. ببخشید جانت بیبلا. وقت طلاست. اینو همه شنیدیم دیگه نه. اینو بفرست برام. نه جدی میگم. میگن وقت طلاست. چرا وقت رو بیهوده تلف کنیم؟ همین. بریم دیگه ما. علی هم شما رو علام نکنون ما. قابلتون هم نداره. شاکر شما. خب. بریم که مشخصه بگیم از ناتو این بازی. بدونید که یه حقایقی از زندگی ناتو یا مشخصاتی یا خاطراتی یه چیزی گفته میشه که یه حدسی بقیه در موردش داشته باشن. اولین حقیقت یا مشخصه‌ای که از ناتو باید بگیم اینه که ناتو این بازی از انگشت می‌ترسه. از انگشت یعنی انگشت نشونش میدن می‌ترسه. خاطره بدی داره. اصلا رأی هم نداده تو این چند سال.
ما نگفته از کدوم انگوش میترسه. از انگوش میترسه. ببین از ماهی یعنی انگوش نداره؟ ما با مگه میشه؟ از انگوش میترسه. داره. چرا باید بترسه؟ اصلا ببین من که میدونم کیه. یا خدا برای اینکه من ماهیت پلید تک تک اینا رو می‌شناسم چی بگم من میدونم الانم میدونم خیلی وقت با هم کار میکنین آره تقریبا خب دیگه یه اطلاعاتی از هم داریم من ناتو نیستم ولی از انگوشی که ناخونش بلند باشه واقعا میترسم میتونیم الان امتحان کنیم مثلا من ببینم مثلا میترسه آره. کی میترسه آره. کی نمیترسه آره وای من میخوام من امتحان میکنم ها من احساس میکنم انگشت تو شرایط خاص میترسه بعد چه جوری میترسه چی انگشت تو شرایط خاص همه ماشاءالله نمیدونیم از کدوم انگشت میترسه از این میترسه همه رو باید نشون من از گوزک پا میترسم اصلا کسی رو تو زندگیتون دیدین انگشت پا بوده ها ببینم آقا کفش رو در اصلا کسی رو تو زندگیتون دیدین که اینجوری باشه از انگشت بترسه نمیدونم خیلی جالبه. آها فکر نه نه خیلی جالبه. نه چرا من یه نفر یادم که چند نفر رو دیده بودم. حالا فوبیا داره مثلا به انگوش شست مثلا به لایک یا مثلا آره به پسندیدم. حالا به هر حال هر کی که بود انگوش کوچیک. آره. بین شماها نشسته اونی که آره دیگه. و خودشو کنترل کرد هر کی بود دمش گرم. موافقید با سوال شروع کنیم؟ بله. صادق هدایت در مراسم عروسی جلال آل احمد و سیمین دانشور به آنها چه هدیه ای داد؟ یک دست آینه و شمدان، دو یک برگه دستمال کاغذی با امضای خودش، سه یک عدد قاشق چایخوری یک بار مصرف، چهار یک تار از سبیل آغشته به روغن فندق از خودش، چه کار؟ پنج یک عدد صابون سب. سه نمیتونه باشه بچه سه آره. نمیتونه چون اصلا اون موقع یه بار مصرف آره. اصلا معصوم نبوده صابون سب هم نمیتونه باشه میگی... چون اسمشو مشخص نکرده آقا یک بار مصرف کی گفته اون زمان نبوده پنج یک عدد صابون سبز رنگ خیلی چیزا میتونه باشه بعد مشخص میکرد من اشتباه کردم یه دونه سبز معروف داری شاید صابون عروس یا داماد یه اشتباهی که کردم نرفتم چون دعوت بودم اگر رفته بودم من حس میکنم که آینه و شمدونه اگر چون معمولا عرفشه که توی عروسی و اینا مثلا یا همچین چیزی ناتای کمدی ولی من فکر میکنم که چون صادق هدایت بین دو چهار میتونه باشه اتفاقا چون صادق هدایت خیلی هدایت میکنه نه نه کادوهای مرسوم زمانه آره. رو من بعید میدونم بخاطر اینکه کتابا شد طرز فکری که داشت بیایم حذف کنیم آره. دو که نمیتونه باشه چون برگ دستمال کاغذی اون زمان فکر نکنم بوده باشه چرا آره. بوده آره اصلا قبل تاریخ که نیست بود قاشق چای خوری یک بار مصرف که نبوده دیگه یک بار مصرف نبوده خب سه حذف آقا قبول دارید سه حذف پنجم که اگه الان بود شاید میداد ولی اون موقع فکر نمیکنم یا خدا ازدواج کرد مرسم عروسی شد یک تار سیبیل آغشته این که واقعا کمدیه یعنی واقعا صابون هم کمدیه صابون هم واقعا کسی تو عروسی نمیبره از صادق هدایت بعید نیست مثلا دستمال کاغذی رو حتی امضا کنه و بده منم رو دستمالم راست یا حتی امضا قاشق چای خوری رو مثلا چیز بکنه آینه شمدون رو نیستم به خاطر اینکه اون معمول من رو برگ دستمال کاغذی هستم چون امضا داره روش میدونم که سالهاست یعنی چیزی نیستش که بگیم اون زمان راجع به چند سال پیش داریم صحبت میکنیم آها راست میگی منم آره موافقم هم دستمال کاغذی بوده هم حتی قاشق یا مصرف بوده این دستمال کاغذی قاشق من میگم دستمال کاغذی چون امضا داشته قاشق هم میتونه من میرم رو قاشق مچا من میرم رو قاشق من میرم رو قاشق چرا الان یوچت شد میدونی چرا از اون حرفی که تو گفتی دیگه الان گفتی که یه کارای خاص انجام میده خب من نه من باید به اجماع برسیم یواش یواش یه نفر رو داریم که به این گزینه اشاره داره چند نفر باش موافقن قاشق با قاشق میدونی من رو دو ام منم رو دو ام ببین من رو دستمال رو نمیدونم خب اهل همچه آدمی هم بود که اهل همچه کارایی بکنه به هر حال نویسنده امضا کنه آره فضای فکریش دستمالم آخه قاشق چرا با عبده
نه بچه‌ها بذارید من بگم ذهنتون رو منحرف نکنم. من رو این حرف احسان الهام گرفتم، وام گرفتم که میگه که راست میگه، چون آدمای اینجوری کار خاص انجام میده. کار احمقانه که نمیکنن، کار خاص. تو میگی دستمال، من بین دستمال و قاشق. خب یه‌نر بعد برسیم دیگه، الان وقتمون تمام شه. یه دونه رو بگید. آقا امضا، کسی که نویسنده است امضاشو هدیه میده. به نظر من دو ها، نظر چیه؟ بین دو و سه گیر کردی داره؟ آره، میشه یکی که حذف کنی؟ نه، نکنید. تو سوال اول کمک؟ ببینید، صادق هدایت عروسی کی رفته؟ جلال آل احمد، جلال آل احمد اصلا احتیاج به امضای صادق که نداره کسی. بعد احتمالا ببین از این بابت هم نگاه کنید، شوخی داشته با اینا. خب چون شوخی داشته؟ با هم یعنی آره، آره. خب روی گزینه سه بیشترین اشتراک رو داریم، درسته؟ سه. به من اعتماد کنید بچه. گزینه سه ای شیطان، یعنی یک عدد قاشق چای خوری یک بار مصرف روشن شد. ویست ناته آفرین، ناته چرا باید قاشق بوده اصلا؟ دیگه داده دیگه قاشق داده. 10 میلیون تومان کاسب شدید. من بهتون افتخار میکنم. من ولی نمیخواستم بگم اینو، من میدونستم جوابشو از قبل میدونستم. برو آقا، تو جدول حل کرده بودم. واقعا میگی؟ چه بوی ناتایی میگی؟ اما پس من همش به شما اعتماد میکنم. نه نه جدی دارم میگم، میخواستم بگم که یعنی خودمو تبرئه کنم. فکر نکنید زیاد جدول حل میکنم. خب آقا کافی بود بگی من اینو میدونم ولی ناتو نیستم دیگه. چرا پیچ دادی؟ آره میشه اینجوری گفت؟ انرژیتون نگه دار. آها مثلا میتونم بگم آقا من اینو میدونم ولی ناتو هست گرفتی اما پشیمونه. آره من این کارو که کردم اصلا احساس کردم که مشخصه اوله ناتو که خیلی عجیب بود، از انگوش میترسید، خودشو خدای خودشو وجدان خود. مشخصه دومش از اونم عجیب تره. خدا کیه کدومتونید که دوست داره جای سیندرلا باشه؟ اوه عمو پژمانه. سخت شد. نه دیگه سیندرلا ببخشید دیگه. خب باشه الان موضوع اومد رو خانوما. اتفاقا این یه آقاه. آره یه خانوم نمیاد اینو بگه که همه نظرا رو بیاره. قطعا یا آقا چرا الان ریختی به هم؟ الان چرا چی شد آقا؟ چرا باید یا آقا جای سیندرلا باشه؟ من که اصلا نمیتونم باشم. این گوشپوس ناتردام نگفته که میتونه یا نمیتونه، دوست داره. دوست داره. ما از فانتزی ذهن ها که خبر نداریم. شما و شما موهاتون بلنده قطعا. یه چیز چرا رفتی سیندرلا موهاش بلند بوده؟ آقا یه خانومه به نظر من، یک خانوم. آقا چرا بعد یک آقا جای سیندرلا مثلا دوست داشته باشه جای سیندرلا؟ واسه اینکه تو قصر زندگی می‌کرده یارو شوهرش پادشاه بوده. ببخش هر چند میتونه سوال انحرافی، یعنی یه چیزی انحرافی میتونه استراتژی باشه. آره ولی قاعدتا سیندرلا ناخودآگاه ذهن میره سمت دخترا. خب دیگه ولی میتونه انحرافی هم باشه. من الان دارم فکر میکنم میبینم آره منم بعدم نمیاد. بابا اما فکر شوهر پادشاه. آره. بچت شاهزاده میشه. کفشه است دیگه اون کفشه. آره. کریستاله. بابا فقط بعد 12 شب بری بخوابی دیگه، چون فرشته من تازه 12 شب به من بیدار میشم. یعنی عاشق تحلیلاتونم. عالی. به هر حال داریم هی حدس ها رو بیشتر میکنیم. نه فانتزی داره میتونه انحرافی باشه و میتونه این که ذهنتون بیشتر منحرف میشه از مسیر اصلی یا نزدیک میشید دیگه به اون اتمسفر بین خودتون دوستی آشنایی و قدیمیتون. حتی دیشب هم ساعت 12 5 دقیقه 12 اجرا تموم شد. احسان زود از اجرا رفت. خودشه حالات که تبدیل به کدو میشه. تبدیل میشه، من یه زامبیه تبدیل شد. اشاره به موهای بلندت هم کردن دوستان. آتا ببینم احسان جان نه واقعا میتونه انحرافی باشه و اگر انحرافی نباشه یکی از شما. بسیار خوب. سوال دوم، کدام بازیگر برنده بیشترین جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شده است؟ امید اینو تو باید بدونی. یک میدونم. جک نیکلسون. دو اسپنسر تریسی. سه دانیل دی لوئیس. چهار روبرت دنیرو. پنج مارلون براندو.
آقا من دنی دی لوئیز رو 100% مطمئنم که بیشترین جایزه اسکار رو گرفته، ولی اون اسپنسر تریسی هم ممکنه اونم باشه. شاید مثلا یعنی جایی خوندی آیه ما نه دنی دی لوئیز آره میگن ببید. پر افتخار ترین بازیگر تمام دوران هاست دیگه، بیشترین جوایز رو داره. من تا این سوال اومد گفتم امید باید بدونه اون چون اطلاعاتش تو این زمینه هست، برای همین گفتم امید اطلاعات داره. اگه حالا آقا فکر نکنید حالا من ناتو هم دیگه، حالا هممون بازیگریم میدونیم دیگه. به هر حال چه حساب میگی؟ خب مارلون براندو نه، اونم مارلون براندو هم داره بیشترین ترین دونیرو مارلون براندو هم آخه جک همه رو با فامیلی گفت اون جک. من فکر میکنم دنی دی لوئیز باشه. حالا فکر جان احسان این واقعا اطلاع آقا میدون دیگه، همه میدونن دیگه دنی دی لوئیز بول افتخارترین بازیگر هالیووده. اون آره خب اسمشو نشیدیم، مگه اون خفن بود؟ خب قطعا من میشناختم، من نمیشناختم. طبیعتا میتونه انحراف سوال این باشه چون قاعدتا همه یا میرن سمت مارلون براندو دو یا آره رابرت دنیرو. نه آره به نظر من دنی دی لوئیز. شما نظرت چیه آقا؟ اجماع کنید. من ببین من نظراتتون رو بگید. بچا من واقعا نمیدونم، ولی به امید میخوام اعتماد کنم. منم آره توی این راستا من چون آره واقعا امید اطلاعاتش بالا دنی دی لوئیز. آقا اصلا نمیخواد اعتماد کنید آره دنی دی لوئیز. آره چون اصلا سوال که اومد من گفتم هم جوابان هم من گفتم الان بهت اعتماد میکنم بعدم به چک میکنم. بسیار خوب آقا حالا شک نکنید، همه میدونن. گزینه سوم اجماع شماست درسته؟ دنیل دی لوئیز روشن بشه. امید اشتباه باشه 10 تومن ازت میگیرم. دست نداره آقا، اصلا دست نداره. آفرین دنیل دی لوئیز، دست نداره اصلا. ما رد بعد از امید اومد. نه من یه منکس 10 میلیونی دیگه. واو من میدونم. حالا بعد ببینیم آخر سر نصیبه کی میشه؟ کی میشه؟ ناتو میشه؟ کل این پولا یا نه بین باتوها یا غیر ناتوها تقسیم میشه؟ بسیار خوب. مشخصه بعدی، خصیصه، مشخصه حقیقت از زندگی یا هر چیز دیگه‌ای که از ناتو باید بگیم ببینیم به شما کمک میکنه یا نه. والا فعلا این انگشته و اون اینا به سوال بیشتر گمراهمون کرد. انگشته بیشتر ترسونده. ناتوه ناتوه این بازی فانتزیشه. دوست داشته اسکول باشه. اسکول به عنوان یک پرنده. آها. اگر آها. حیوان می بود دوست داشته که اسکول باشه. اصلا دوست نداره باشه. آقا امید پخشه. ببخشید جسارت نباشه، ولی جان ببخشید موجود عجیبیه ناتو این بازی. آره خیلی دیگه از انگوش میترسه. دوستش سیندرلا باشه اگه حیوان باشه، پرنده و اسکول باشه. آها اگر حیوان میشده پرنده میشده اونم اسکول. آقا امید خودتی، اصلا ناتو خودتی. شما دوتا الان نه الان ببین ببینم بذار ببینم به کدومتون میخوره. از خیلی دوست دارم به این دوتا میخوره. میخوره به این دوتا قشنگ میخوره. و انگشت و اسکول رو بد نگاه کنیم. به هر حال ناچارم این جوری نگاه کنم چیزی دست میارم. انگشت تو بردین جلو اصلا ترسیده. اون انگشت هم انحرافیه. سرکار خانم انگشت حالا یه قصه ای داره دیگه. حالا انحرافیه، میخواسته ما رو تحریک کنه با انگشتش که مثلا جواب سوالا رو پیدا کنه. قصه جان من اسکول آخه من خانم صادقی چون آقای کریمی محمد خب سرکار خانم ما که قطعا نیستیم. آخه سیندرلا اونم که تا گفت آقای این سوال انحراف بوده. من اصلا قبول ندارم. من همیشه دوست داشتم شخصیت های کارتونی مثلا چوبین باشم، داداش کایکو، سیندرلا چیه؟ نه حضرت آقا خیلی من زنبم برم سخته که به سمت اسکلو اتفاقا خودشو پشت اینا قیم کرده. بله ممکنه یه استتار باشه. آره ببینید چون شما با هم دوستان قدیمی هستید، پارتنر هم هستید توی صحنه تئاتر،
شناخت دارید از هم، به هر حال موقعی که از خودتون اطلاعات میدادید به هدایتگر مخفی بازی، یه کاری کردید که دوستان شما بیشتر فانتزی شما رو حدس بزنن دیگه به عنوان یه ناتو، تا اینکه حقایقی رو بگید که اونها ممکنه بدونن به خاطر قدمت دوستیتون. یه جوری باید پشت ذهن و لایه‌های دیگر ذهن اون دوست ناتو رو کشف کنید که به فلانی میخوره اینا رو گفته باشه در مورد خودش. آخه هر کدوم از اینام که میگه هم میتونه انحرافی باشه، هم میتونه آره دیگه گمراه کرده. آقا ناتو گمراه کرده، این کاشف شما هستی. این چیزی که حالا مثلا خانم پریا صادقی تو نمایش بنده بازی میکنه، بازیگر، من از اونجا که میدونم این پرنده اسکل رو دوست داره و فکر میکنم حالا اگه منو نندازه بیرون دیگه. ببینید من توی ستای تمرین هر سری من ناتو بودم و قطعا این سری من ناتو نمیکنم. یعنی نه جدی دارم میگم، یه خود بازی ها رو بازی های نه شما دوست داری اسکل برنده نه دیگه. خب این مشخصات ناتو، خب وقتی به من یعنی توضیح میدی برای من کافیه. بگو درسته بهتون داریم میزنین دیگه. بهتون بهتان تو دلایلتو بیار، ولی اون دیگه اختیارش دست ما باور بکنه یا نه. بهتون هم یه پرنده زده بهتون. نه جدی دارم میگم، اگه یک خانم بود قطعا نمیگفت سیندرلا. چی گفتی؟ من داره میگه. من داره میگه از خودش اومد بیرون، اومد بیرون گفت من داره میگه. من داره میگه. نه جدنکی میگم، ولی واقعا فکر کنید من خیلی روی امو پژمان و آقای کریمی شک دارم، به خصوص آقای کریمی. خداییش پرنده غیر ناتو ها میتونید به هر کسی شک کنید، اعلام بکنید، ولی کاری باش نمیتونید بکنید. در نهایت این سوال رو که رد کنیم یه خصیصه بگیم، سوال بعدی هم که رد کنیم نوبت به این میرسه که ناتو یکی رو حذف کنه. امرام نیز بدبد آقار قشنگی کردی، دم شما گرد، دست شما میزد من نقود. وظیفه ما بود پذیرایی کنیم، دست شما درد نکنه. من یه لحظه تا شما صحبت کنه عوامل هم اصلا برنامه رو بعد ضبط و به هم میگیست. خب سوال بعدیمون یه تصویرم داره. آها این همه صحبت از شنگل و مونگل و دنبول و اسکل و اینا کردیم. این گله یکی که نام این گل چیست؟ یک، زبان در قفا. دو، ارکیده. سه، فنچ ماگنولیا. چهار، پرنده بهشتی. پنج، یولان ماگنولیا. چه اسمی آخ؟ آقای مردانی، این گله ایرانیه یا خارجیه؟ سرکار خانم، فامیلیتون چی بود؟ صادقی هستم، پریا صادقی. خانم دقی، بله بله. صادقی؟ آه، منم علی مردانی. آقای علی مردانی. هی منو نصفه میگه، مردانی. آقای علی مردانی. بله. گله خارجیه یا ایرانیه؟ چون اگه ایرانی باشه که خب بهشتیه، چون خارجیه که نمیان بگن پرند بهشتی. ولی اصلا گل پرنده نیستش، اون انحرافیه. گله آره. شماره 4. خب نه، ممکنه اسم یه گلم پرنده بهشتی باشه. میگه نام آره. این گل چیست؟ ممکنه. مگه گلی به نام خرزهره نداریم؟ چرا؟ بله. چرا؟ چون خرتوشه نمیتونه گل باشه؟ دیگه. آره. ولی مثلا من شکم رو فنچ ماگنولیاس. شکت چون شبیه فنچ میبینه. خب چرا؟ رو چه حسابی؟ نه توی دیگه احتمالاً ها؟ داری میرسونی؟ ها؟ نه 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 ها؟ 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 من حسی میگم 3 و 5. میخوای یه گل فروشی نزدیک هست من برم؟ آقا 5 میخوره یولان ماگنولیا. دوستان زمانتون داره تموم میشه برای این سوال. بگی من رو 3 و 4م. نمیدونم. من رو 3 و 4. کمک میخواید؟ کمک. آره کمک. خب یعنی گزینه حذف کنم؟ بله. از بین 3 و 4 یه دونه رو حذف کنید. بین چی و چی میخواید حذف بشه؟ لطفاً به غیر از ارکیده حذف کنید. ارکیده چون میدونیم نیست دیگه. ببینید همینجوری حذف نمی‌کنم گزینه. یه چالش بهتون میدم. اگه از پس اون چالش بر اومد این گزینه حذف می‌کنم. ولی این اختیار دارید که بگید بین چی و چی. میتونید لپتون رو باد کنید، اسمتون رو بگید و باد خارج نشه از لپ. نمیشه که آخه. اگه ما کردیم و شد چی؟ نه بگید قشنگ. خب بذار من یه کمکی بکنم، یه بار ببینید شاید بتونید. بعد دونه دونه بگین به ترتیب، سعی کنید
اگه سعی خوبی کنید هم قبوله، حتما نمیخواد موفق بشید، سعی موفق به سمت موفقیت داشته باشید اوکی. من محمد رضا عدیمردانی هستم. ببین باد توش. من احسان کریمی هستم. آفرین. یس. شما نصر خالی شد. مرسا آراغ آجری هستم. داره خالی میشه. در حینش خالی شد. یه بار دیگه بگو بعدش خالی کن. من احسان کریمی هستم. خب. من امید ماهر هستم. نه نمیشه، من این قلقش رو فهمیدم. امید ماهر هستم. راه حلش همین، یعنی تو راه خالی شد. بعد بندازید. قبوله قبوله. این کوشش ها رو من میپذیرم. این کوشش ها رو میپذیرم. بین کدوم ها هست کنم برای آقا بچه بین کدوم ها؟ سه و چهار. تو بگو چند. بذار به یه اجمال برسیم. سه و پنج من میگم. خب. سه و پنج حذف. یکیش بین هزه. سه و پنج یکیش هست. اون دوتایی که بیشترین شک رو بهشون داری میگین این نباشه اونه. طبیعتا یه چیز عجیب غریب بد بشه به نظر من. یه اسم عجیب غریب. خب میگی بین کدوم ها حذف شه؟ شما چی میگی بین؟ منم بین سه و پنج میگم. خب دو نفر تا اینجا سه و پنج. آقا ما هم تابع جمع سه و پنج. سه و پنج. سه و پنج. سه و پنج. سه حذف. سه فنچه حذف شد. پس پنجه. یولان مگنولیاه؟ از کجا معلوم پرنده بهشتی نباشه؟ پرنده بهشتی نمیتونه باشه. بچا ببین شبیه پرنده است. خب خدای شبیه پرنده است میگه. پرنده بهشتی اسمش اون وقت تمام شد. من میگم پرنده بهشتی. اجماع 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 4 فنج هم پرنده است. یه اسم عجیب غریب باید داشته باشه. من میگم 5. منم میگم 5. پرنده. منم میگم پرنده بهشتی. 5 یولان. سه نفر 5. پنجا روشن کنید لطفاً. تمام اجماع مشخص شد. آها بیرم خدا با ماست. خدا با ماست. آری کلا ده میلیون تومان دیگه. آقا آخه نه اصلا تو منم داشتی گیج میکردی. حرکت کنید تو. بین سه و پنج رو قاطی کرده بودی. خیلی واضحه میگفتیم بین سه و پنج. این هول شده. هول شده. نه نه چه با هول شد. چه با هول شد. ناتوید آقا من که نمیدونم. ما که نمیدونستیم به غیر از ناتو کسی نمیدونست چیه جواب چیه. ولی منطقی تر پنج بود دیگه. حالا برش کن تموم شد. کدوم ناغلای این وسط داره نقش جاهلا رو بازی میکنه. بازی میکنه آقا احسانه. یا آقا پیشمانه. اصلا شک ندارم. این اون همه تو رو سر هر سوال زده. الان یه مشخصه دیگه باید بگم. بله دوباره گمراه داشت. از قوزک پا میترد. نه بین اشیا اگه میگفتن آقا اگه میگفتن تو شی باش دوست داشتی چه شیی باشی؟ ناتو این بازی دوست داشته؟ بگم دوست داشته چی؟ بگو حدس بزن. اصلا وایسا خودتون چی دوست داشتید باشید؟ آه من؟ بله. شی؟ شی اگر میبودی چی دوست داشتید باشید؟ کمد. کمود همینجوری گفته یا نه واقعا دوست داشت؟ آره کمود همه بیان تو دل من به خدا. یعنی دوست دارم همه بیان تو من. محافظت کنی از پژمان. دلش صافه فقط موهاش فره دیگه. احسان دوست داشتی چی بودی؟ دوستش دارم منم شدم چوب لباسی برم تو کمود. شما چی؟ منم اتو لباساشون رو صاف کنم ترتمیز باشه تو کمود. شما دارید فانتزی میسازید. همه داریم میریم تو کمد. هم رپ همه داریم. من همه یه چیزایی میگید که تو کمد جا میشه. من واقعیت چون این کمد که جوری درش باز میشه دوست دارم. دل بازه. هم بیان در آقوش. چرا خب شما بگو چی دوست داشت. من مثلا حال دوست داشتم مثلا دامن لامبورگینی باشم. لامبورگینی نه متفاوت بود. شما چی دوست داشتی؟ صندلی. صندلی یه اشتراک داری با ناتو این باز. چون ناتو این بازی دوست داشته صندلی باشه.
واقعا وای همینطوری اینا به من شک دارن. پس ایشون نیست. اگه بچه اگه بود نمیگفت. اگه بود که نمیگفت. نمیگفت. آره. اگه بودی خب تو پاک شدی. البته از اونجایی که پرنده اسکل رو دوست داره و اینا امکان داره باشه. نه ولی پاک شدی تو. آفرین. شایدم هوشمندانه داره گمراهمون میکنه. اینم حرف. بابا آقای علی مردانی اذیتم نکنید. نصفه میگم یه چیزایی تو این بازی دیدم خانوم. یه چیزایی دیدم که یه گولایی خوردم. همه شرکت کنندگان بدون گول رفتن. سال بعد. سال 724 شمسی معادل کدام سال میلادی است؟ 1354 میلادی، 2345 میلادی، 3445 میلادی، 4545 میلادی، 5245 میلادی. آقا یه چیز ریاضیه دیگه، 724 شمسی خب اینو کم کن از 1402 میشه تقریبا چقدر؟ چند تعدادش در میاد؟ اونو از میلادی 2023 کم کن. یه ماشین حساب بدید معلوم میشد. فکر میکنم گزینه 4 باشه. آقا این اصلا درست رفتی. آره 700 تا بعد کم کنی از 2023. مگه میلادی نباید حساب کنیم اول؟ 700 تا از 2023 کم کن. آقا اصلا ریاضیش خوبه. مگه ریاضیم خوب بود میادم هنر؟ آقا ریاضی صفر. ریاضی چی خوبه؟ من ریاضیم خوبه. فقط نمیتونم محاسبه کنم. من الان نه 2023 میلادیه دیگه. آقا من واقعا ضرب سه رقمه رو میتونم انجام بدم. ضرب الان نمیخوام انجام بدی. الان من فقط منهای شما میگی کدومه؟ بگو یه ضرب سه رقمی برو. نه سری میتونم ضرب سه رقمی انجام بدم. تو که میدونی چرا انقدر ما در من ریاضی ضعیفه. 222 ضرب در 444. چهارده هزار پونصد. ما که نمیدونیم. نه نه اصلا درست نیست. من گفتم سری میگم نگفتم درست میگم. ولی حالا خارج از شوخی 722 از 1400 کم کنیم میشه 600 و آقا لابد یه چیزی میدونه دیگه. 600 و تقریبا 70 دیگه. آره 666 666 و 666 3 تا 6 نه 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 آقا وایسا 666 رو از عرضم خدمت 23 کم کنی 23 کم کنیم 666 رو از 23 تاشو بذار کنار 20 تقریبا نمیدونم فکر کنم میشه 1445 فکر کنم یا 1300 666 مگه نمیگی آره 600 تا از 23 تاشو بذار کنار 2000 میمونه 600 تا از 2000 تا کم کنیم میشه 1400 تا 23 رو اضافه کن. من فهم می‌کنم 1445 1445 یا آقا درست حساب کردی جان احسان. نه دی خوردهشو نمیتونم حساب کنم. نه طریقه راه درست بود. آره دیگه آقا ببین این 666 رو از 2023 کم کن. تمام وقت تمام اجماع. آقا اجماع 3 2 1 اجماع. آقا روس من 1445 نه نه بابا میاد زیر 1445 2 آقا من 2 هم 2 اجماع امید که همیشه جواباش هم درست حالا الان زر بابا من دارم حساب میکنم گزینه 2 روشن بشه به عنوان اجماع شما بله وای باری کلا آفرین آقا امی آقا خدا وکیلی یه دقیقه گوش کنید خیلی باهوشی یه دقیقه منو گوش کنید بچه ها اما بجمان احسان کریمی عزیز من میخوام بنویسم همین الان میخوام بنویسم چی رو بنویسم من ریاضی حساب کردم آره. چه ربطی به ناتو داره آره. یه منکس 10 میلیون تومانی دیگه هم اضافه شد. چند تا شدیم؟ چقدر داریم الان؟ 40 میلیون تومان تا اینجا جمع شده. واو. کلا. 40 میلیون تومان. یارو سالم بود من. من اسم پول میاد لغو میگیره. خب خصیصه بشنویم از جناب یا سرکار خانم نه دیگه ببین لو دادی گفت جنابه
ببین تا اینجا فقط خانم‌ها که جوابی ندادن، این داره جواب میده. کی؟ یه دفعه رفته دستشویی فرنگی خیلی کثیف بوده. آها. مثل توالت ایرانی ظاهرا نشسته رو دستشویی و بعد پاش سر خورد و افتاده توی دستشویی. خدا شکر سیفون رو نکشید. خیلی ناتوی داریم. اگر سیفون رو میکشیدن ما امشب ناتو نداشتیم. ببین شما هم دیگر رو میشناسیم. به کی؟ وای وای وای. چنین رفتارها و کارهای میاد. خبیث میاد. به من چرا بیاد؟ ببین. فقط میخوام ببینم بین شما دوتا ناتو کیه؟ امشب پشتنه دست بگیریم. امشب هم اجرا دارید درسته؟ بله بله. چرا اصلا بعد اینجوری بشینه؟ برات یه چی بگم ها؟ سوال کامل گوش ندادی. سوال؟ نه. یعنی توضیحات بود ویژگی خاطره. کامل گوش ندادیم. شاید اگه منم توی همچین شرایطی قرار بگیرم این کارو بکنم، ولی من از اونجا هستم که مزاجم پاکه، یعنی هیچ چیزی برای من بد نیست، من میشینم. البته میگه چون دستشویی کثیف بوده مجبور شده مثل توالت ایرانی بشینه. آره. و خب نتونسته تعادلش رو حفظ کنه، افتاده توی توالت کلا کثیف. رو چه حساب؟ رو چه حساب؟ الکی به من یه چیز بهتون بگم. بفرمایید. من خیلی رو آقا امید قفل زدم. اگه دست دیگه حذف شد منو حذف کردم، مطمئن باشین که ناتو آقا میده. من از الان دارم اینو میدم. وصیت میکنی از الان؟ من یه چیزی بگم، اینم در نظر بگیر. اگر نباشه الان ناتو میگه آخ جون پس من این دست ایشونو میزنم، در صورتی که شما هم ناتو نباشی و همه اون وقت فکر میکنن که ایشونه. آره دیگه، الان اگه مثلا من ناتو باشم این با بازی های دیگه فرق، تو رو میندازم بیرون. آره دیگه، بعد همه فکر میکنن که چیزه. من واقعا حالا دستش ایرانی باشه عین فرنگی بشین. موهاشم که بلنده، منم لاغرم هست، جا میشه تو چا. اما اصلا مشخصات ناتو رو ول کن، ناتو یه چیزی گفته، شاید تو این موقعیت هم بوده ها، یه ذره شاید اومده چون همدیگه رو خب به هر حال میشه. آروم باش، با دست انقدر صحبت نکن، ریختی به هم. من بادی لنگویج اینا گفتم والا. علی راست میگه، اما از لحاظ سایزی تو خود چا بخواد جا میشه. افتاده اون تو؟ آره دیگه. بله یادت نمیاد؟ نه افتاده. چرا یادت نمیاد؟ نه آقا میگه افتاده، نگفت سر ضربه خورده فراموش کرده. نه گفت افتاده تو. نه عزیزم من نگفتم میگه. افتاده تو چا. آقا من اعتراض، من نگفتم اینو. شنیدیم این موضوع هم در مورد ناتو بازی شنیدیم. بریم سوالی، بریم به سوالی که بعد از اون دیگه یه نفر حذف میشه. بر اساس آخرین تحقیقات محبوب ترین رنگ در دنیا کدام است؟ قرمز، آبی، زرد، بادمجانی و سبز لجنی. من فکر کنم بین قرمز و آبیه، چون همه جا تو فوتبالایی بود. مثلا بین یه پرسپولیسی مثلا واقعاً نه نه، حالا سوای پرسپولیس و استقلال اصلا کاری نداری. آره بابا تحقیقات جهانیه، چی کار بشه؟ قرمز فوتبال جهانی هم بله اکثرا آبی و قرمز خیلی. نه اصلا ربطی به اون نداره آقا. حالا من حالا بگم نه نه مواردمو بگو دیگه که تو ذهنمه. میگه ناتوی نه. ببین به نظر من قرمز آبی نیست. نیست؟ میگه طبق تحقیقات جهانی رنگ در دنیا اصلا خیلی تو دنیا چند نفر فوتبال دوست هستن. من میگم یا قرمز یا آبی. داره فرار میکنه. فرار میکنه. آره آقا فوتبال آقا خیلی... یه سال داره شهید میکنه دیگه آقا. آره شهید میکنه داداش. فوتبال یه طیف گسترده است تو جهان. چی داریم یومی؟ آره. یا قرمز یا آبیه. من رو قرمز. یا قرمز یا آبی. داره فرار میکنه. چرا فرار میکنه؟ داری فرار میخواد دیگه، بهت شک کردیم. آقا لجنی الان میگه آقا اون همه رو تا الان جواب دادی، یه دنیا رو ولش کن اصلا. من نمیدونم واقعا. من اگه تو داری فرار میکنی چی؟ نه من برای چی فرار کنم؟ من الان به خاطر اینکه شک کردم فرار میکنه. خب حالا میگه اشتباه، بعد میگیم احسان گفت اشتباه بود دیگه. آقا الان سوال بعدی ببخشید گفتن نگید، اگر زدن منو امیده منم. نه آقا یه دقیقه توجه کنید، من اصلا نمیدونم کدومه، ولی فکر میکنم قرمز آبی و زرد نباشه. یعنی گمراه کرده. جزء رنگای اصلیه. ببین زرد آبی قرمز تقریبا آبی و قرمز آره، ولی زرد هم جزء رنگهای اصلیه. این به نظر من تو دنیا مثلا این دوتا پایینی ها. ببین سوال طراح سوال یه سوال طرح میکنه که
به نظر من خیلی ساده نباشه جوابش. آره یعنی مثلا ذهنت منعرف بشه. ببین من استدلالم اینا، فکر نکنم من ناتوام، مثلا من هیچ چی نمیگم. آره خیلی داری مطمئن حرف میزنی. هر چی خودتون میگی. 90% بنفش رو چیز میکنم. بنفش 90% همه جا استفاده داره. بنفش رو میدونم. ولی بادمجونی و یه ذره رو بادمجونی شک دارم. بادمجونی قرمز. سرنگ اصلی. آفرین. محبوب ترینه. ولی الان من به این اصلا کاری ندارم. من به فرار امید کار دارم الان هم. خب تو میگی کدوم رنگه؟ نمیدونم. منم نمیدونم. من میگم اون اصلی. من میگم بین آبی و قرمزه. کیا با من موافقه؟ من قرمز و بادمجونی. من میگم یا آبی یا قرمز. جمع بگه یا آبی الان میگه فرار داره میگه الان دیگه بین آبی و قرمز. حالا الان یه ذره به نظرتون خود جواب سوالو بریم سراغش. به نظرتون حالا آبی و قرمز کدومش میتونه باشه؟ من میگم چون با اینکه خیلی آبی رو دوست دارم ولی میدونم که تو سطح جهانی قرمز چون که این تیم ببین این تیم نه نه اصلا کاری به ایران نداریم مثلا. ببین این بین بارسلونا و چی بود رئال مادرید اون دوتا یکشون همیشه چی مادرید آره یه جای مادرید حالا نه اجماعی نداشته باشید میسوزه ها آقا یه چی بگید آقا پس یه چی بگید قرمز یا بادمجونی آقا من میگم بادمجونی من بنفش رو میدونم یه چیزی هم چرا الان یه دفعه گفتی بادمجونی تو میگفتی قرمز یا آبی یه دفعه بادمجونی من قرمز آبی رو حساب تعویض بازی امید کنم احسان کریمی دارم بهت شک میکنم یهو بادمجونی از کجا در اومد گفتم داره فرار میکنه جواب یه دونه از همین قرمز توضیح میده همین که توضیح میدی من شک میکنم بهت آقا بادمجونی یا قرمز بجو نمیدونم هر چی جمع بگم حالا منم میگم بادمجونی اجماع بادمجونی دستشونی بالا بادمجونی دستشونی جمع الکی گفتم بادمجونی ما تو به هر حال یک دو سه اجماع شد رو بادمجونی روشن شود دیدی گفتم بادم جونی آخه چرا بادم چرا بادم چرا این باخت برای من خیلی شیرین بود چرا که این دوتا فهمیدن این سه تا اینا فهمیدن محبوب ترین رنگ آبیه آفرینم آفرین سوسماس حالا این آقا که میگو قرمز اینجا برا نه البته خودت هم که میشه اینجوری حرف بداری من اداشو درارم من رنگ آبیرم خیلی دوست دارم آره. لطفاً پاکت ها رو بردارید بچه ها نامه ها رفت واو. بله اسامی رفت که الان باید وایسیم تا جواب بیاد بله باید وایسیم پاکت ها بره دست هدایتگر مخفی بازی دونه دونه باز کنه ببینه حدس اولا چی بوده زدن. و از اونجایی که میدونه ناتو بازی کیه پاکتشو بخونه ببینه چه کسی رو حذف کرده بعد به من اعلام کنه منم به شما اعلام کنم شما به ما اعلام کنیم یخیر بخوریم مرزمنه در این لحظه متوجه شدیم که ناتو بازی سرکار خانم دقی ببخشید صادقی رو حذف کردن
به افتخارشون دست بزن. رفتی ولی پشت رفتت بازی میکنم دیگه. شما میتونی اونجا تشریف داشته باشی. میشه حرفی بزنم بعد برم؟ نه دیگه حذف شد. خیلی حرف زدی. برس تو دلت. ولی باش بفرمایید. بفرمایید. چی میخواستیم بگیم؟ اعتماد نکنید. اعتماد نکنید. به کی؟ به هر کی. آقای ماهر. رفتی ولی پشت دستت بازی میکنم. خودتی. چرا بعد من باشم آقا؟ من معذرت میخوام. چونه؟ آقا اینا الان همه سوء زنا اومدن سمت من که من ناتوام. عزیز من با منطق ریاضی انجام دادم، گفتم که فلان الکی. نه انصافا محاسبه داشتی میکردی. دنی دی لوئیزو دیگه من دیگه گفتم هم به قرار. واقعا آره اطلاعاتش بالاست. در هر حال اطلاعاتش در این زمینه. نه میگم اشتباه نکنید. کسایی که ناتو نیستن اشتباه نکنید. من همینجوری می‌خواستم ببینم محکت بزنم. ببینم اذیت میشی یا نه. دیدم یه خورده داری اذیت میشی. بعد من از انگوش نمیترسم. نمیدونم. حالا منم میگم نمیترسم. اصلا آره. منظور طرف هم واضح نبوده که از انگوش میترسم یعنی چی؟ توضیح بده دیگه. وقتی که مشخص خب. شد توضیح بده. یه خسته دیگه بگیم. بله حتما. یه چیز عجب غریبه دیگه. همون. از خطریش میتونه. ناتو این بازی به درستی به عنوان ناتو انتخاب شده چون به اذعان خودش رفیقشو میفروشه. نه شوخی کردم. نمیفروشم. اینجا آدم فروش نداری. رفیقشو اجاره میده. بله؟ اجاره میده؟ بله. یه تومن ماهی 300. احسان کاش که تو ناتو بودی. من چون خونه گرفتم دیگه. اجاره میده رفیقشو. یه تومن ماهی 300. قابل تبدیل هم هستا. یعنی یه رهن کامل میده. ولی نمیفروشه. سوال این بوده که رفیقتو میفروشه گفته نمیفروشم اجاره میده. چه آدم ناجوریه. بعدم بفهمیم با کیا معاشرت داریم. فضا خیلی کمدیه. ببین معلومه که ناتو یک فانتزیای شوخ طبعانه ای از خودش رو اعلام کرده. فانتزی ذهنشو گفته. آدم لاجونیه. به جای ناتو ناجوره. ناشی نیست ولی. لاجون. نه چون هممون داریم کمدی کار میکنیم. خیلی سخت شده. حالا این مدل کمدی به چی میاد؟ ببین الان این همه اینا الان یه جوری میشه میره زیر سوال انگشت نمیدونم چی و سیندرلا و فلان. یعنی اون زایده تخیل فوق فرا فانتزی آقای امید خان ماهر که چرا رو من نمید؟ نه واقعا چون عاشق جیم کری هم هست خیلی مثلا جیم عزیز. خب با توجه به این ویژگی ها نظر شما چیه؟ نظر من؟ بله من احساس میکنم که آقای کریمیه و خیلی هم داره خوب بازی میکنه. خود دلیلش اگه خوب بازی میکنه چطور شما متوجه شدی؟ من از اول آقای کریمی برام بود. تمام این فانتزی ها از ذهن شما میاد به نظر من و اینکه یعنی این فانتزی ها چرا؟ امیدم فانتزی داره همسر خودت نمیاد؟ چرا؟ عمو پژمان فانتزی داره، امیدم فانتزی داره ولی فانتزی ذهن تو به نظر من خیلی بالاتره. خب دارم باید کار میکنم یعنی شما دو تن ضمن همکار بودن همسر هم هستی. بله بله الهی به پای هم عصا بزنید. زنده باشی. شادی به خوشی. مرسی. تو سر هم نه. شما داداش نظرت چیه؟ ببین من الان سوالا رو دارم چک میکنم تو ذهنم این خصیصه های ناتو رو. خب من اولش تا سوال سیندرلا و اسکول و اینا رو خانم پریا صادقی بود سوء زنم ولی بعد اومدم رو پژمان. الان شکم اومده رو احسان کریمی. فکر میکنم نه دیگه. خب فکر میکنم احسان کریمی داره رد گم میکنه. موافقم. ببین مدل صحبت کردنش که مثلا هی داره چیز میکنه که این چیه تعجبای الکی و اینا. نه فکر میکنم. نه ببین از اول بازی مرور بکنیم نیازی به گفتن نیست. چند تا جواب درست داد؟ من با منطق جواب دادم دیگه. آقا دنی دی لوئیز رو همه میدونن. ناتو مجبور عزیز من ناتو مجبوره 4 تا جواب گفتی آقای علی مردانی دیگه. 4 تا سوال باید هدایت کنه که پول از دستش نپره. من دیگه صحبتی ندارم. شما هم بگو نظرتو. من نظرم روی امیده. نظرت کجای منه؟ آره نظرم رو امیده. به خاطر اینکه تلفیقی بازی کرد، یعنی هم اون اطلاعاتی که داشت و هم اون
چیه؟ بازیگری اینا رو بازی سارم میدونم که چیزیا همسر این حالا با هم زندگی میکنن ولی واقعا جدا از این تعصب زندگی مشترکتون الان داریم یه بازی میکنیم خب خودت یه مرور تو بازیت بکن ببین ذهن فاندزر الان خودم هم گفتم گفتم سخت شد الان هم من کمدینم هم کمدین هم کمدین خودم کمدی سارا هم ذهنش فانتزیه هممون میتونیم ولی نه تو این تو این سخت ببین احسان من گیم واقعا زیاد بازی کردم یعنی اصلا فکر نکن که ربط میدم به اینکه مثلا این شوهرم الان نگم اصلا اینجوری نیستش اینو که گفتی اتفاقا باز بیشتر شکم به تو برگشت چون میخوای اون آدمو واسه خودت بخری چرا خب آره اجاره میده بخری اجاره بدی اجاره بدی ستای آقا اون که اجاره دادم رفت اونو ببین نمیگم 100% تو نا تو نه واقعا به عمو اصلا شک ندارم واقعا امیدم شک دارم چون واقعا خیلی دو سه تا جواب سوالا رو داد کرد والا یعنی نمیگم پژمانم در مزان اعتماد من منتظرم ببینم چی من میشه من عمونم من واقعا برام عمو اصلا چیزی بسیار خوب بریم سوال بعدی جدیدی رو ببینیم کوتاه ترین مدت پادشاهی یک پادشاه در طول تاریخ چه مدت بوده است 1 15 دقیقه 2 20 دقیقه 3 25 دقیقه آخه بدبخت ها اومده بگه تاجو گذاشتن و اولین دستور اومده بده بیا پایین این رفته پادشاهی یا رفته دستشویی 4 30 دقیقه 5 40 دقیقه دوست دارم 5 باشه بیشتر پادشاه باشه ولی خب کی بوده اصلا میدونی لویی 19 واقعا الان واقعا باید یه چیزی رو هوا بگیم الان من به نظرم کمترین حالتش مثلا ممکنه باشه به نظر من یعنی 15 آره 25 و 20 و 30 و 40 نزدیک همه 15 باز یه ذره غیر معقول تره شما که ناتوی حداقل کامنت کن نه، خانمه داره تو که گفتی من میدونم جدید میده گوش کن، وایسته ببین ببین دلیل، ببین تا سوال اومد که من میدونم خونده بودم یه جایی به خدا گوش کن، وایسته، تفره نرو آقا، گوش کن، عدد شبیه هم برگشت اینجوری کرد، تا سوال اومد، امید اینجوری شد من اینو میدونم، من این ببین یو انگار بسات فهمید سوتی آخه اگه میدونی بگو من رأی آقا من اصلا سوتی نمیدم من ناتو باشم اصلا خیلی صادقانه دارم میگم اینو خونده بودم ناتو باشه خیلی صادقانه میگی نه دارم میگم الان صادقانه دارم جواب سوال ها رو میگم وقتی سوالو خوند من گفتم تو ذهنم اومد یه جایی اینو خونده بودم که کوتاه‌ترین مدت زمان پادشاهی مثلا خب حالا بگو من فکر نمی‌کردم انقدر نزدیک به همه گفتم مثلا می‌زنه 1 سال 15 داره 3 سال 15 و 20 حالا بگو آقا شبیه فوقش اسم تو نمی‌دونم شریک می‌شیم نه شبیه همه من فکر اجماع کنیم آقا من اینو یه جا یادمه که شنیده بودم یه جا شنیدم من فکر می‌کنم 15 من فکر می‌کنم نمی‌دونم یعنی بین 15 و 40 یعنی بالایی و پایینی آره موافقم یه دیگه یکی شاید چیز کنیم آره یه چالش بزنیم آقای علی مردانی یه کمکی ما بکن آره حذف تا حالا حذف نکردیم یه دونه حذف کردیم حذف گزینه میخوای بله خب من یه جمله میگم همتون اونو تکرار کن بذار چون تئاتری هستین معمولا اینا رو بلدین چی بلدین مثلا اینو بلدید رول لور لاتراه لار این اینقدر من همیشه با این مشکل داشتم من ری ندارم رول لور لاتراه لار بله نه این رول به معنای نقشه ببین اول بدونی چیه لوره ببین رول لور لاتراه لار یه ذره جابجا شد رول یعنی نقشه میدونم روله لور عزیزی که لات است و در مسیر شهر لور است لور لات راه لار راه لار رول لور لات راه لار رول لور لات راه لار دمت گرم دمت گرم قبول میکنم شما قبوله آقا من اینو نمیتونم بگم یه چیزی میگم شما بگو چالش مال شماست شما مال خود گزینه براتون حذف کنم بگو سه بز و سه جو و سه جو و سه کا بز و جو و جو و کا میشه سه بز و سه جو و سه جو و سه کا بز و جو بز و جو و جو و
بزرگ، جو، جلو، کاف. حالا. مارکالله. باز یه دنام خاموش. آقا من گفتم بردیم دیگه. نه، باید همه بگن. یه نفر قبول دیگه. بلش کن، سخت نگیر. گزینه 40 رو حذف می‌کنیم. بریم رو 15. الان اعتماد کنم به شما. نه نه، من حد زدم. امید میگه خوندم یه جایی. من گفتم بالایی رو، پایینی رو. منم دارم میگم 50%. ولی وقتی نمیدونیم میگم 50% من اعتماد کنید. اگه نمیدونید، یعنی اگر که جایی نخوندید. دقیقاً. من 50%. بچا الان من و سارا داریم میگیم 15. شماها چی میگید؟ من نمیدونم، همینج شانسی بعد. نه نه. 2. منم شانسی گفتم. 20 مثلا. خب نه، اینجوری الان من یا بعد بگم 20 یا 15 دوباره می‌ریزیم به هم. شما می‌خوام اجماع کنیم با هم. خب من آقا میگم 20 یا بگید 15 15. من نمیدونم واقعا. ببین الان من دارم میگم که ما دو تا 15 ای. آیا تو میای تو جمع ما؟ چقدر میدید؟ نه. آره میام. تو چی؟ دیگه بعد اجماع کنیم. تو هم میای؟ 15. واقعا نمیدونم. ولی چیزش زیاده. احتمال زیاده که اولی باشی یا آخری، کم و زیاد. شاید طراز آخری هم شد. بر روی گزینه 1 اجماع فرمودید. 15 دقیقه روشن شود. گفتم 20. شانسی هم گفتم. من اصخایی میکنم از جمع. چرا دا؟ خیلی تابلویی. آره آره، من باید موافقم کریمی. چی میگید برای خودتون؟ آقا این چای چرا سرده؟ بشنمه بابا دیگه از این تابلو تر. نه من باش موافقم دیگه واقعا. اسمتو میلیمزم بنویس. نه آقا من نیستم عزیزم. بابا بنویس. بابا داره همه رو میگه، باز میگه من نیستم. چه شوهر چیزی داشتم، دیوونه ای داشتم، اینقدر ذهنش فانتزی بوده. گفتم 15 گفتیم، تو نظر تو میای با ما؟ گفتی آره. آره دیگه. خب نه یه دفعه گفتی. من نمیدونم شانس. نه من همین دارم میگم، اگه ناتو بود. ولش کن. از چه بویی خوشت میاد؟ بوی خیار. بوی خیار. بوی خیار خیلی خوشم میاد. خیارم بوی دریا. بوی خیار دریا. بارون بنزین. بارون بنزین. من یه دستمال ببخشم میتونم بردارم. بله من بنزین عاشق بود. جواب سوالا به اونجا نیست. بوی بنزین اونم تو جاده شمال ها فقط شرجیه بزنه باک و وا کنی. بوی بنزین چه چیز عجیبی. آره بس خیلی خوبه. خب شما از چه بویی خوشتون میاد؟ من کلا بوی تلخ دوست دارم. مثل درخت ها هست تو شمال؟ توت؟ نه شما اصلا توت کم هست. بوی تلخ وضوح نداره. بوی تلخ چون مزه تلخ هست. آها بو، من فکر کردم این مزه. نه اصلا یه نه خب بوی تلخ هم داریم دیگه. بوی قهوه بوی تلخ حساب قهوه. آره قهوه تلخه. آره نه آخه یه سری چیزا هست بوش تلخه. آره مثلا شما بوی خیانت مثلا آخه به سن شما نمیخوره. اون موقع قدیما الان چون نیست الان روی نون چی میپاشن؟ کنجد. کنجد. قبلن زمان ما خشخاش میپاشیدن. همیشه ما میگونم خاشخاش میدن. اون گله بوی تلخی میداد. آه. اون گله خشخاش و مشتقات بوی تلخی داد. بسیار خوب. اما دستیار آتش دارن و ناتو پنهانکار و پلید و دروغگو و فریبکار این بازی که باید هم نقششو به همین شکل بازی کنه از بوی استخر خوشش میاد. بوی کلور واقعا بدسلیقه. آره دیگه بوی کلور تقریبا میده استخر. آخه استخر یه وقتایی بوی کلور میده، یه وقتایی بوی لجن و بوی زخم میده. بستگی داره کجا باشه. تو دریا رو دوست داشتی با خیار. آه تو عجیبیه. البته شما هم جالب بود اینا بنزین و خیار و دریا. نه من بوی بنزین رو واقعا دوست دارم. آره منم واقعا دوست دارم. بوی خشخاش و مشتقاتش. آخه بوی سخت نمیدونم. بعضی وقتا به قول مامان ولش کن. آره. در ذهن داشته باشی. آره. بذارین گوشه ذهنتون خیس بخوره. بذارین گوشه ذهنمون باشه احسان ناتو. میذارم بغل اون اسکله و انگشته. واقعا من بین این دوتا دیوونه شدم. بعدن بازلا رو بذاری کنار هم. واقعا الان دیوونه شدی بین ما دوتا. به خدا آره واقعا بین سوال. در یونان باستان
اگر زن متأهلی مسابقات المپیک را تماشا میکرد مجازاتش چه بود؟ من الان بگم اینو میدونم در مزان اتهامم. نه. اگه ندونی هم در مزان خب. ببین اتهام. اگر قبل از اینکه گزینه ها بیاد بگی یه برداشته، اگه صبر کنی گزینه ها بیاد یه برداشته. نه اصلا کلا الان لو داده دیگه. من چون رادیو زیاد گوش میدم توی ماشین، یعنی چه زمانی که میرم تاعت چه زمانی، حال بچه‌ها میدونن هر دفعه میام میگم آره. رادیو اینو گفت، رادیو آره. اینو من شنیدم. ببین کدوم یکی از ایناست قبل از بقیه بگم. اگه قبل از اینکه پخش کنید بگم چه اتفاقی میفته، اگه بعد از اینکه پخش کنید جوابا رو چه. نه منظور آقای علی مردانی اینه، اگر که مثلا جواب بگی ما قطع به یقین مطمئن میشیم که تو ناتویی. آها ولی این اشتباهه دیگه. نه خودش اینجوری نیست، ولی چون ببین این هم میتونه استراتژی باشه، یعنی هم میتونه نباشه. الان اگر بگید پخش نشده من میدونم جواب این سوالو، من میدونم. ببین من چون خودم قبلا منم همینجوری بودم، یا دو سه تا رو میدونستم. ببین هر دو احتمال وجود داره دیگه. جالبیه ناتویی من خودم چون قبلا بازی کردم و توی جمع بازیکنان بودم، این برام پیش اومد، چیزی رو شانسی میدونستم، چیزی رو به گوشم خورده بود، اتفاقی دیده بودم واقعا جواب میسوال به جواب رو میدونستم، گفتم و در مزان اتهام قرار گرفتم تا آخر بازی. حالا من چی میگم الان اگه احسان بگه که چیز نیستش که هر روز نه دیگه واقعا خب رادیو زیاد گوش میده، چه درست بگه چه غلط بگه چیزی از دست نمیره. بذارید گزینه ها رو بفهم. یک، جریمه نقدی. دو، کتک به وسیله همسر. سه، اعدام. چهار، حبس ابد. پنج، ابد و یک روز. اصلا بدون شک اعدام. چون تو رادیو شنیدم. رادیو خب دیگه شنیده دیگه، اصلا بحثی درش نکنیم دیگه. آره آره بدون شک من اینو چم. بعدش توی زمان روم آزاد شد یواش یواش. اصلا اینو من شنیدم. اعدام می‌کردن یه نفر تو زن اگر میرفت توی مسابقاتی که گلادیاتور مبارزه می‌کردن. متأهل باشه. آره اگر میرفت تماشا کنه اعدام ممنوع بود ورود زنا. آها اصلا من تو رادیو نکته انحرافی نباشه. تو شنیدی زن بعد این هنوز زده زن متأهل. متأهلشو نگفت، به من گفت ورود، میگم به من گفت توی رادیو گفتش که ورود زنان در حالا اونجایی که بهش مبارزه میکنن نمیدونم چی میگن، یا اسم کلوسیوم آره نمیدونم چی چیزی آره نه اینجا المپیک داره اشاره به مسابقات المپیک. آره بله آره خب میدونه دیگه جز اطلاعاتشه. آره. آقا برو. من اصلا بدون شک میگم تأسی و اتکا میکنید به این پاسخ که میشه اجماع چون شک هم مشخصه که اگرم ببازم یه درصدی شما نظر دیگه ای داری وقتی داره با این قاطعیت میگه. بله بسیار خوب، گزینه اعدام روشن شد. مطمئنم بله. آقا شنیدم آره. بله آفرین. چقدر شد؟ یه من اکس 10 میلیونی دیگه اضافه شد. چقدر تا الان 50 میلیون تومن اونجا ذخیره کردی. ولی واقعا من اینو تو رادیو شنیدم بچه. ناتوی عزیز بازی، این عادتش مثل عادت خیلی های دیگه است که موقع خواب همیشه یه متکا بغل میکنه، عادت داره. من که خب سارا اینجا تو بچه من دیدم بغل نمی کنه. نه من اصلا دمر میخوام کلا پخ شدم، کمر داغون میشه. داغون شده هر که عادت کنیم. شاید هم خوابم میبره متکا رو بغل میکنه میخوابه. به هر حال شما همسرش این چیزها رو میدونی. پیمان باز شاید هم مال قبلنا بوده. آره این عادت. آره اینم میتونه باشه. آره ممکنه مال قبلنا بوده چون من هنوز هم همین عادت دارم. میگیم عادت داره، یکی از عاداتش بغل کردن متکا. نمیدونم ناتو چقدر شبیه منه یه سری چیزاش. شک کرد خودم الان شک کرد. احسان متکا بغل میکنی؟ شده بعضی وقتا واقعا این اتفاق. نه احسان که اصلا به خاطر درمانش دکتر گفته باید حتما بعد این کارو بکنم. منم مثلا بغل میکنم میندازم اونور ولی دمن بعد بخوابم کلا. دیفالت میذاریم رو اینکه اینا رو بپذیریم، ولی اگر کسی ناتو باشه میتونه اونجا خصیصه ها رو راستکی گفته باشه، ولی تو بازی میتونه برعکسش کنه، دروغ بگه، بگیرم نه من اصلا اینجوری نیستم اونجوری هستم. دیگه تو هم دمن میخوابی؟
مراقب باش تا صبح بچرخون نسوزه. بریم به سوال بعدی. استرالیا تا اوایل قرن 19 چه نامیده میشد؟ یک آلمان نو، دو انگلیس نو، سه زلاند نو، آبیا چار هلند نو، آبیا پنج کلنگ نو. کلنگ نو؟ قطعاً پنجه. قطعاً پنجه. چرا باید پنج باشه؟ نه زلاندنو که نیست بچه ها. چرا؟ زلاندنو همون نیوزلنده. آره اون نیوزلنده. زلاندنو همون نیوزلنده. آلمان نو هم نمیتونه باشه چون هیچ ربطی نداره. کلنگ هم که نمیتونه باشه. چیز استرالیا مثمره کی بود؟ انگلیس بود؟ انگلیس. اصلا پرچمشون گوشش پرچم بریتانیا هست دیگه. میتونه انگلیس نو باشه؟ بچه ها من فکر میکنم همون مستعمره که بخوای حساب کنی انگلیس دیگه، چون آره. کنار پرچم استرالیا پرچم بریتانیا هست. نه میگم یعنی ارتباط ممکنه داشته باشه، باید ارتباط داشته باشه، نمیتونه یه هون زلاندنو رو مطمئنی نیوزلنده؟ آره آره زلاندنو همون نیوزلنده. ببین به آلمان که هیچ ربطی نداره، زلاندنو رو پس تو مطمئنی؟ آره من مطمئنم. میشه از بین هلندنو و انگلیسنو حذف کرد؟ بابا دوباره چالش میذارم واسه ولمون آقا، بذار برسیم به جواب کن. آقا این که خود به خود کلنگش که حذفه. آره دیگه کلنگش حذفه. زلاندنو هم که حذفه. آقا انگلیس نوعه، من باز حالا باز میخواد یه دونه من حذف کنم؟ چیز دارم خودتون زحمت بکشید. من بین انگلیس نو و هلند نو هم. منم انگلیس نو. اگر ای کاش میشد که یک کدومشون رو حذف کنیم خیلی خوب میشد، که دیگه نمیشه. بین انگلیس نو و هلند نو، یعنی خب یعنی چالش دیگه بدیم بهتون. به ما تاتری ها کمک کنید. میخواید ادای جری لوئیز هم در بیاریم؟ اتفاقا همین کار رو بکنیم، هر کسی تقلید یک نفری رو انجام بده که میتونه بیشترین شبیه سازی رو بکنه. مادو هیچی رو نمیتونم در این دوتا میتونن یه مرد سارا یه بازیگری، یه فوتبالیستی، یه هنرمندی باشو میتونی دیگه. خب ببین یا این کار بکنی یا یه دهن بخونی. آقا بیا. زده بارون به اون صورت ماهت، خوبه این؟ یه کمی خیس شدن موهای صافت. البته فره در زبون دارم ولی تو رو که میبینم مست چشمات میشم و ساکت میشینم. آقا تو همجاش بلد بودیم. بازم دمت گرم. آوازی خون یا یه چیز تقلید کنید یا بخونید. یا بخونید ها. بله. خب میگه ها صفا و شاهی ها هسته، امین ملع عروسی ها هسته، ها هسته هسته هسته، ها هسته هسته هسته، آمل جوراب قهدی ها هسته، ویلنگ جوراب دنی ها هسته، جوراب 25 زاری ها هسته. همه ادامه داره چه بامزه بود. چی کارا داریم میکنه آقا؟ امرا بی جای بونه بو زمت بکشی آها بگو میچنه یا ری دگ دبو خبای گلشی آها بگو میچینی قوری میچینی قوری امسال خونشی میبر میریم عروسی دل که تمنا شوق تمنا افتاب و سنگینه جوگی تمنا در 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 سرکار خانم بگیم چی کار کنه؟ تقلید صدا دراره دیگه. من یه دونه بیشتر در نمیارم دیگه. چی؟ علی پروین. همونو ببینیم. بچه ها خیلی زحمت کشیدن و فنتویم. ما تمام تلاش خودمون رو کردیم که اینجا دور هم باشیم. و یه ناتو خیلی خوب ارائه بدیم. آفرین. اتفاقا خیلی خوب اجرا کردیم. خیلی خوب اجرا کردیم. خب پس. با احترام به البته آقای علی پروین. سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم مربی علی پروین عزیز. خواهش میکنم. به نظر من فوتبالیستی که نتونه ده تا روپای بزنه از نظر من فوتبالیست نیست. نه اما نظر شما اصلا موافق نیستم. زن و شوهر میشینن تو خونه. آره میکارن فوتبال رو میبینن بعد تموم کشد. خب حالا من این میشم تو هنرمندی. آفرین دمتون گرم. خونه سام کیش رو خیلی شیرینه. من خودم تقلید رو دوست دارم. همیشه هم معتقدم که هنر نیست، تقلید مهارته. جزء تمرین های ماست برای اینکه انعطاف پذیرتر بشه ابزارمون و اینکه گوشمون قوی تر بشه و خیلی تو مسیر
پیدا کردن نقش، نزدیک شدن به نقش ها به ما رو بله تکنیک میده. اصلا بازیگرا همه تقلید میکنن. بله بله. تقلید صدای انیمیشن، تقلید صدای فیلم ها. من خیلی لذت کردم. من یه بار دیگه دوست دارم همتون دست بزنم. جسارت نباشه خیلی بدی کار انجام دادیم ولی دیگه حالا. انگلیس نو و هلند نو خواستید یه گزینه حذف بشه. همه خوندیم هر چی شما گفتید هم انجام دادیم. لطفاً بین این دو تا یک کدوم هلند نو هست. هست. اصلا مشخصه. نه از بین این دو تا هلند نو هست. انگلیس هست. انگلیس نو حذف. آقا هلند نو. هلند نو. آلمان نوه. آقا آلمان نو چه ربطی به استرالیا؟ آلمان نو آلمان کهنه. قرن 19. بچا بیان هلند نو. هلند. آره. کلنگ نو که نیست. نه. اونم که زلند نو. آقا قرن 19 هلند بود. آقا بگو. بودو بودو. بگو چی؟ بودو چی شد؟ بریم. کدوم شد؟ آقا بیا بیا. داره تموم میشه. بله. آقا آلمان نو که نمیشه، زلند نو نمیشه، کلنگ نو نمیشه. هلند نو، هلند نو. انگلیسی هم که هرچو جواب معلوم شد دیگه. هلند نو. اجماع اجماع. هلند نو. هلند نو روشن شد. کریمی میکشم. نه به خدا. واو. یس. یس. ماشاءالله. خیلی تعلق. دیدی. آخه زن و شوهر. اگر بازیگر نبودیم اینجوری هست. یه منکس شما بردار بده به من. واه واه. آخ آخ آخ. به دو تا بردار. مبارکه. به به. معلوم نیست مبارک ناتو یا غیر ناتو. فعلا داره جمع میشه. شد 60 میلیون احسان کریمی 60 میلیون تومان تا اینجا جمع شده. چند تا سوال جواب ندیم بچا؟ فکر کنم دو تا جواب ندادیم. برگه ها رو بردارید. ملکسا رو که یادتون رو میگفتم اینا اینا همینی که ما نشانی اینجا براش درست کردیم اینا رو چطوری میشه خرج کرد؟ کاری نداره که هر خریدی که در اپلیکیشن 724 داشته باشید میتونی با اعتبار منکست پرداخت کنی به همین راحتی. واقعا عشق میکنم که روی صحنه زحمت میکشید، یه حرمتی داره، یه ارزشی داره و تازه شما کارتون کمدیه، جزو دشوارترینه در واقع زحمت‌های تئاتر اینه که شما بتونی این مخاطب سختگیر رو بخندونی و کسی از سختی‌های شما، فشارهای شما، اندوه درون شما، زخم‌های شما مطلع نمیشه، چون که قسمتون اینه، پیمانتون اینه، مخاطبی که به سالن میاد خوشحال از اون سالن بره و کار با ارزشتون رو میستایم و جدی افتخار میکنم. من خوشحالم که در قابی که شما هستید منم هستم. عزیز دل. یه روایتی بگم بعد بگم که ناتو کیو حذف کرد. یه روزی یه عزیزی که مثل شما تئاتری بوده اجرا داشته، کجا؟ اصفهان. خیلی هم خسته بوده، میره ترمینال و سوار اتوبوسی میشه و خوابش میبره و تبریز بیدار میشه. اصفهان اجرا داشته، این عزیز بزرگوار ناتو این بازیه و این یکی دیگه از خصیصه ها و حقایق زندگیش یاده میشه. از تو یه مسیر مگه؟ نه دیگه اشتباه سوار شده بود. اشتباه سوار اتوبوس شده. خسته بوده اشتباه سوار شده. می‌خواسته بره اصفهان. گفتم سوار اتوبوس میشه. حالا صحبت اصفهان شد. من یه بار اجرای کودک، جشنواره کودک تو اصفهان اجرا داشتیم. پس بیاری. واسه پرت می‌کنه. آقا من دارم خاطره تعریف می‌کنم. جشنوارم رفته. نرسیدی به وقتی تقریبا. صادقانه حرف می‌زنم. ما یه نمایشی بود اجرا می‌رفتیم، من یه پوتین یزیدو می‌چرخوندم. یه شمشیر مثلا شمر بود، سپر امام حسین بود، من پوتین عروسکی بود کاره واسه جشنواره کودک اصفهان.
رفتیم توی یه سالن 3000 نفری، 3000 تا بچه آوردن اجرای اول، اجرای دوم داوری بود، اجرای اول بچه‌ها رو آوردن، 3000 تا تو سالن سینما بچه آورده بودن. بعد من اومدم بچرخونم، سنلیز لیز بود، خلاصه میکنم، خیلی اتفاق افتاد، سنلیز بود، افتادم زمین، یعنی عروسک گردان افتاد زمین، 3000 تا بچه اصفهانی با اون لهجه شیرین میگفتن حقدس حقدس حقدس، امشب شب عقددس. هر کار اصلا مذهبی بود، نباید دست میزدن اینو سهز ببین من اصلا تا به اون لحظه یک کودک دیده بودم مثلا اصفهانی با لهجه شو، اینکه 3000 تا یهو بگن حقدس حقدس امشب شب ول نمی‌کردن، نمی‌شد دیگه اجرا بری. گفتیم آقا خب باشه باشه باشه، خوردیم زمین دوباره حقدس. یه چیزی من فکر کنم که تو حافظم درستم، یه چیزی رو اشتباه گفتم. ناتو این بازی طبق اون خاطره که به ما گفته بود، من فکر کنم تبریز رو اشتباه گفتم، بندر عباس پیاده شده. فرق نمیکنه اصلا، فرق میکنه به حال، یه مقصد دیگه. آخه اینا ترمینالاشون با هم نمیخوره، اصفهان و تبریز. نه اصلا کلا خاطر اصفهان اجرا داشته، اشتباه سوار میشه بندر عباس پیاده میشه. آره دیگه بندر عباس. همین بشر، همین بشر تصمیم گرفت در همین لحظه خانم دیدی گفتم قادری رو از بازی خارج. جمع و مردونه کردین، واقعا من متاسفم واسه ناتو. بله به اتفاق شما نزدنیش کنید، شما دو نفر گوش کنید، این آقا ارزش ها کم نمیشه. مرسی مرسی، واقعا خدا ناتو نگذره، غذا رو بذار اومده، انشالله ببازید غذا رو بذار. مجلس مردونه شو، مجلس بیریاز دیر شفالی دارید. من مطمئنم که امیده. نه بایدیتون نه امیده. پس این آقای ناتو خانم ها رو داد بیرون بازی و گفت بذار خوش باشن، اونا اونجا خوش باشن، ما اینجا بر سر پول بجنگیم. خب خب و اما سوال، چه سکوتی شد، هیجانی شد واقعا. پویی آخرین امپراتور چین تا چند سالگی خودش دندانهایش را مسواک نزده بود؟ 21 سالگی، 44 سالگی، 14 سالگی، 57 سالگی، 36 سالگی. یعنی تا قبل از اون کسی دیگه براش مسواک میزده؟ فکر کن دندونه میورده دلاغ سانده شما دادش میدون دادش میدون سانده سانده 57 سالگی میشه یعنی؟ ببین احتمالاً جواب یه چیزه، یه سن خیلی بالاییه، ولی 14 سالگی که خب شاید چه میدونم نوه خاله منم تا 14 سالگی یکی دیگه واسه یارو امپراتور بوده دیگه. خب یعنی 14 به قول امید 14 سالگی هم میشستن براش مسواک میزدن. آره خب اگر یه همچین چیزی رسم بوده. من رو آخرین رو چیزم 4 ام. کمک میخواید چالش بدم؟ کمکتون چیه اول بگین؟ میخوام اون صندلی چالش بر اساس توانایی خودتون میدم. خوبه پانتومیمیه. خوبه من میتونم یه کتابو تو یه دقیقه بخونم، کتاب 100 صفحه‌ای رو، ولی معلوم نیست که چه جوری میخونی. دوباره میخوای همون جسم رو سر اون یه دونه بود گفت سری حساب میکنم، ولی نگفتم که درست حساب میکنم. آفرین دیگه. برای بسیم بطر اونجا میتونیم یه چالش بریم، چالش دو تا هست، دو تا هست. از شما دو تن خواهش میکنم که اونجا چه فرض میکنیم استیجه بیستید. بله فرمایید، کنار هم قرار بگیرید. شما حدس بزنید، من دونه دونه ازتون میخوام که تشریف بیارید، کلمه ای رو، اصطلاحی رو، واژه‌ای رو در گوشتون میگم. پانتومیم نیه. بله، ولی شما دوتایی با هم یه دست و یه پاتونه به هم گره میدید، میشید یه بدن. بدونی که به هم حرف بزنید یا کدی بدید، هر دو اجرا کنید. یه پارو که نمیشه مشترک اجرا میکنید، انگار یه بدنید. شما هم حدس بزنید که اینا میخوام بگن چیه اون. و شما چی کار میکنی؟ من تماشا میکنم، اگه خوب پیش رفتید گزینه هایی که میخواید براتون حذف کنم و حذف میکنم. جایزش اینه دیگه. میارزه میارزه خود. خب دونه دونه تشریف بیاری. برو برو بیا یه نزدیک تر هم بگم بگم نه نه بگی دیگه بدونه که بگه. چرا خب پس دونه دونه میگم؟ خب چجوری در مگه یه چیز نیست؟
یه چیز نه دیگه صحبت نکن، بازی رو هم نزنید. هر کدوم تو یه چیز ده ثانیه بگم جواب درست رو برام روشن می‌کنین. شما هر جوری بگی فعلا سختگیری نداریم، چون خودش سخته بنز کنه. دو نفر باید چیزی هر کی یه چیز شنیده باید اجرا کنه. بریم. 3 2 1 دو کلمه است. آچو راننده تاکسی. جدا جدا چرا اجرا می‌کنید؟ یه بدنی. مسافرکش. اصلا ببین رفت. 10 ثانیه رو گفتم. یعنی دو بدنه رفت. گفت دیگه. ولی هر کدوم تو یه چیز دو بدنه رفت. آقا من خوشم. آقا گفتم زیر 10 ثانیه بگم. قبول دیگه. جواب روشن رو ببر. خب شک بزرگتون کجاست؟ دو تاتون با هم بین کدام دو گزینه براتون حذف کنم؟ آقا اول دو تا اول مشخص کنید. من میگم 14 و 57. 14 رو که براش میزدن مسواکو. آها یعنی 14 نیست؟ امپراتور بوده 14 سالش بوده براش میزدن. از چه سالی میگه براش دیگه مسواک نزدن؟ 44 50. من یا 44 یا 57. 44 50. از این دو تا یک حذف کنه. نه الان این به این دو تا به اجماع برسیم. خب همون میگم. آره آره. خب من در من تابع شما دو تا ملا. من میگم 57. چون اصلا نمیدونم این حالا اینم بد نمیگه ها. چی؟ نشستی تابعیت میکنی؟ الان ببین بین 44 و 57 خب تو موافقی 44 یا 57؟ من آره با 44 من موافق. که اولش گفتم خیلی خب 44 منم موافقم. بین 44 و 57 لطفا برام بین 44 سالگی و 57 سالگی. ولی با احتساب به اون 10 ثانیه دیگه 57 سالگی حذف. یعنی 44 57 من بودم. یا به اجماع رسیدیم بریم یا بریم روی بین گزینه هاتون حذف کردم. میگه شما میخواستید بین این دوتا شک داشتید. آره من بین این دوتا شک داشتم. اونی که نیست و منم مثلا امید بین 44 و 57 شک داشتم. خب 44 به نظر من 44 روشن بشه. آره دیگه امپراتور اجماع. آره امپراتور اجماع 44 44 یعنی گزینه دو روشن شد. باریکلا کجا میری؟ رفت شام میری رفت شام بخور قشنگ بهتون رسوندم. ببین ناتو باید درست اینه من رفتم. ناتو عشق میکنه هرکی باشه اگه نتونن تشخیص درست بدن. 70 میلیون بردن تا الان. 10 میلیونیه دیگه شد 70 میلیون تومان. خب حالا باید ناتو رو بگم کیه. آقا فهمیدم ناتو کیه. کیه؟ حالا میگم می‌نویسمش. بذارید خصیصه بخونم. دیگه نوشتنی ندارین نه. بذارید خصیصه بخونم بلکه نزدیک‌تر شید. ناتو این بازی که یا شما هنوزم من نتونستم درست مطمئن پیدا کنم کدومتونه. یا رفته بود پارک استراحت کنه. و پلیس بهش مظنون میشه با تصور اینکه مواد فروشه و دستگیرش میکنه. به کدوم قیافه میخوره مواد فروش باشه؟ اصلا من که باشن اینه. آقا خودتو بزن به خواب، خودتو بزن به خواب ببینیم چجوری دیده میشی. از غذا چی داشتی میگفتی؟ از غذا تو جیبش قرقروت هم بوده. حالا تا ثابت کنه اون مواد نیست. بله همونم قرقروت بوده. این مزیده بر علت شده. این خصیصه من در آوردیه. اسمم من نمیتونم بگم ولی شکم رفت به تو. آقا ببینی ما چیزی که ناتو نگفته رو نمیتونیم بگیم که بله از خودم من میدونم ما هیچ کدوم این سه تا نیستی. من بیدار شدم. بله بله من خیلی خوابم میاد. احسان عینکرم بردار خودتو بزن بخواب. این طفل زیبا گم شده. خب من در هر صورت باز به نتیجه ای نرسیدم. خب واقعا نه آخه نیستیم. در هر حال ناتوی که این اتفاق براش افتاده و عنوان کرده الان که من میخوام خودت رو بزنید یه سری خاطرات گفتی به اجمانه ببخشید با توجه اینکه تا الان رو امید قفلی بودم یه سری خاطرات بعد آخه این همچی خاطری نداشتم من. نه بر اساس اون خاطرهایی که تعریف کردی این اتفاق ممکنه. آقا شما میگی نداشتی یکی دیگه داشته شاید هم اینجا داری دروغ میگی. الان واقعا این خصیصه ای که گفتی من اومدم رو همون پژمان
هی هم داره سفت میگه که این من درآوردی، من درآوردی، یه فرافکنی داره میکنی برادر. نمیخوره اصلا. اصلا به هیچ کدوم اصلا احسان تو پارک نمیخوابه. میتونی منم مشکوک کنی به خودت. اصلا پارک نمیره. اصلا تو پارک نمیخوابه. اما بجمن چرا مثلا یا یه چرتی میزنه. استراحت نه. داشته میکره نخوابید. حالا شاید چرا تو پارک شاید دراز کشیده بوده. آره شاید بارها اتفاق پارک افتاده. میکنم ولی پارک تو پارک نمیره. آره. بیشتر پارک میکنه. نگاه میکرده. رفته استراحت کنه به هر حال. نمیدونم. نه تو پارک زیاد میرم. مثلا الان اینجوری که شما میگید حتما منم دیگه. نه جدی میگم. الان مثلا من مریم محل کارش همسرشون میگه پارک جلوش. من اکثر این موقع با اون قرار دارم میخوام برم دنبالش، میشینم تو پارک. خب. میشینم تو پارک، شاید خواب من برده باشه. مشخصم نکرده چه زمانی. گفته یه دفعه. شاید مثلا 15 سالش. زمانش مال الان نیست صرفا. بریم تو سوال. بریم آقا بریم. سوال. بریم سوال آخر. کدام یک از گزینه‌های زیر را نمیتوان به عنوان اسم فایلی در ویندوز استفاده کرد؟ 1 CON، 2 MI6، 3 ISIS، 4 TRR، 5 SYCD. تو سر در میاری از تکنولوژی بگو دیگه. چی سر در میاری؟ اومدی شب خونه ما تاپ 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 همه رو وصل کردی به تلویزیون. یه چیزی بگم بفهم، انقدر با این مقوله ناآشنام، خودم نمیدونم اینجوری که خوندم درستش رو خوندم یا نه. ببین مثلا MI6 نمیشه، نمیتونه باشه چون این جاسوسیه. نمیدونم انگلیسی رو نمیتوان به عنوان اسم فایلی در ویندوز استفاده. آره یعنی اصلا میخوای این اسمو بذاری ویندوز قبول نمیکنه، خود ویندوز قبول نمیکنه. خیلی سخت شدن. خب یعنی یه چالش دیگه بدیم بهتون. این کارو بکن امید، ما رو چیز نکن. آقای ما رو فارد ماهر که عاشق جیم کری هم هست. خیلی جدی؟ مثلا منم خیلی دوستش دارم جیم هم همینو میگفت. فیف شارژ نداشتم قطع شد. یکی از میمیکاش، یکی از اکتاش، اینا رو میتونی اجرا کنی؟ برو آقا امید اونشو برو که همیشه میری برمیگردی اینطوری حرف میزنی. برم حالا اینا رفتم نگید فرافاندزیه بعد اونم ذهنش بر ناتو. من نیستم عزیزم، این درخواست من بوده، این درخواست من بوده. بریم بریم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. از من قیافه را باری کلم باری کلم یه همچین بازیه دیگه. حالا تیم توی کارابای حیواناتش دو آفره آمرالی کلا آفره خیلی قشن. او مای فادر باری کلا شل داریم دست میزنیم. اما رضا 10 میلیون بده به من. آقا جواب درست یک درسته. بله گزینه یک درسته. 10 میلیون و 10 میلیون دیگه به 70 میلیونتون اضافه شد. 80 میلیون. 80 میلیون تومان. وجه رایج مملکت. 124 بار دمت گرم. 4 تا از این. ولی اینا دلیل نمیشه که ناتو. الان باید ناتو رو بنویسید در بین شما ستن تا دقایق دیگر مشخص شود که حقیقتا ناتو چه کسی؟ تو قایم میکنی؟ نفهمیدی هنوز؟ نفهمیدی هنوز؟ آماده، آماده، آماده. 3 2 1 1. دو نفر امید ببخشید، دو نفر به شما خیلی تابلویی ببخشید امید جان. این دو نفر نظرشونی که شما ناتو هستی. به من مزنونید شما. تو چرا شما به من مزنونی؟ معتقدی که تو به من مزنونی. احسان ناتو نیست و از نظر شما ناتو آقا پژمانه، درسته؟ خیلی خوب،
تخت‌ها رو میتونید فعلا نگه دارید. گپ بزنید. الان رو چه حساب میگید من ناتان؟ رو حسابی که جواب سوالا رو دادم. دو سه تا آقا دنی دی لوئیس رو که همه میدونن. نه همه نمیدونم. تو چرا نمیدون؟ آقا یه بازیگر. خداش نمیدون. من آقا من بازیگر نمیدونم. سخت شد واقعا. خیلی. به نظر من امیده. من میگم اگه امید باشه خیلی مارموزه. اگه نباشه. چی باشه؟ اگه امید باشه خیلی مارموزه. ولی من دقیق میگم. هر کی اگه امید هر کدومشون باشن دانش گرم. آره. مارموز چی بازیگر خوبیه. آره واقعا خالی کلا دادی که سال اعدادی که با هم دیگه به نتیجه رسید سال چی؟ اون سال میلادی و اعداد با هم دیگه با هم جمع و تفریق من... کردیم آره برسید. من گفتم نه با هم دیگه یعنی چیز کردیم گفتیم که من گفتم اونو از اون کم کنیم که گفتی نه اینو از این الان رو چه حساب میگید من ناتوام رو چه حساب آقا دلیل منطق فکت بیار ببین من از شروع بازی به خاطر نوع جواب دادنت شکل جواب دادنت یهو یک جایی سر اون سوال آبی و قرمز خب اون آبیه به محض اینکه نه به محض اینکه بهش حمله کردیم سری جواب اشتباه داد چه منطقیه جواب اشتباه ندادم من جواب نمیدونستم گفتم چون داشتی گمراه میکردی به خاطر که فهمیدی همه رو تو زوم کردن تغییرش دادی احسان خیلی از اول خواستش که همه حواسا رو سمت امید جمع کنه از سوال دوم سوم این کارو کرد بعد سر سوال قرمز و آبی بود یه دفعه گفت بادم جونی که مثلا اشتباه گفته باشه من اونجا شک بهش کردم آره که مثلا اشتباه اصلا هیچکس از حرفی از رنگ بادمجونی نمیزد انگار گزینه همینجوری خونسایی بود تو ذهنم بعد آخه ببین یه کسی میاد این حرفو بزنه که از خودش بخواد رد گم کنه منم چی برداشت این استراتژی میتونه واقعا باشه نه شما استدلالی داری؟ بله بله هم از نوع جواب سوال داد این به سوالا داشت جواب میداد اکثر سوالا رو آمی جواب داد مثلا حالا ما توی حالا مثلا اون ست قبل که باز داشته باشیم اصلا جواب نمیداد میبینی؟ یعنی اطلاعاتی داشت بعد حالا مثلا داشت میذاشت بر مبنای این بر مبنای اون بر مبنای این اما بجم شما واسه چی به من میگی که من من میگم یه سری دلیل ریز دارم دیگه چیه؟ دلیل ریز چیه؟ مثلا همون آبی و قرمز اصلا جز محبوب ترین رنگ های دنیا آره. خب تو اصلا یه ذهن من همونجا بردی که چرا بعد گمراه کنم؟ نمیدونم چرا گمراه کرد نه آقا من ببین. از اول اجازه بدید از اول صادقانه اومدم جلو گفتم آقا این سوالا من بلدم این به این دلیلم بلدم اصلا نمیومدم بپیچونم بگم آقا اطلاعاتشو دارم سوالو بلدم برنگ... شما ببین اینو نمیتونی بگی اینو نمیفهمی ازت به خاطر اینکه ناتو باید در طول بازی 4 تا سوالو حتما راهنمایی کنه تا به پولش برسه تا به جایزش برسه تو هم راهنمایی کردی یه عالمه سوالو راهنمایی من و پژمان جان شما راهنمایی کردی آقا تو هم راهنمایی کردی من راهنمایی کردم نه نه میزان راهنمایی من با میزان راهنمایی امید کنار هم بذار لطفا من الان اینجوری داری میگی به تو شک میکنم من عوض میکنم یه چیز دیگه من یادم افتاد آقای کریمی اونجایی که زنان یونانی بودن که میرفتن المپیک برگشت گفت به من گفتن که و یه دفعه گفت نه اشتباه میگم به من چیزه شنیدم اینو من نه ببین من یک سوال گفتم واقعا میدونم که در رادیو گوش داده بودم اونم همون یونان باستان بود و اینا واقعا میدونستم اینو خصیصه های ناتو رو میشه دوباره بخونید؟ آقای علی مردانی؟ توی خصیصه های ناتو یک دونش فقط به پژمان میشینه که به خودش هم گفتم پارکه که منو پارک با مواد گرفتن و منم رو همون ولی قبلش اصلا رو احسان بودم الان این پارکه رو گفتن اومدم رو تو من شکر. عوض میکنم تخت پاک کن داریم؟ ببین شایدم نباشی ها ولی از نظر منم تو مشکوکتر ببین الان اونجا ما رفتیم بلکه با استدلالا یه چیزی کشف بکنیم واقعا شاید هم نباشی نمیدونم به هر حال اینجا منم ناآگاهم نمیدونم و بریم سرچ میخواد بریم نه اگه تو نباشی احسان کریمیه احسان کریمیه هممون از اولش فیلم کرد هممون از ببین الان من دارم برمیگردم به عقب دارم یه فلاش بک میزنم به عقب 20 دقیقه پیش که داشتیم بازی میکردیم سوالات بعد الان میتونیم مشخص تو توالت فرنگی ایرانی نشسته توی اتوبوس اون به احسان کریمی به اصفهان رفت ذهن فانتزی به احسان کریمی بندر عباس کی تو کدومی منزل ما اومدی شما
من فقط راهی سوالم، من از توالت فرنگی استفاده میکنم. من به هیچ عنوان اصلا نمیتونم از توالت خب دیگه همینه دیگه سوال خب. آقا خصیصی ناتو اینه که توالت فرنگی خراب بوده اون مدلی رفته اصلا نمیتونم اون مدلی بشینم. ببین کثیف بوده خب این بوده دیگه کثیف بوده و نگفته که توالت فرنگی خونم بوده خودشه نگفته توالت فرنگی خونمون بوده. عوضش کن امید داره گیر میافته پژمان شدیم مثل اون سری تمرین ها داره گیر میافته داره تلاش میکنه چه گیر می من از اولش صادقانه اومدم جلو گفتم ببین ما که در نهایت ناتو نمیتونیم بندازیم بیرون ولی تشخیص درستمون خیلی میتونه کمک کنه. بسیار خوب بسیار خوب کدام یک از شما ستن الان تغییر میدید؟ من 99% میگم احسان کریمیه. با همین صحبتی که الان کرد اصلا دلیل نداشت یوه خودش دفاع کنه. اصلا سوءزن رو من بود یوه خودش دفاع کنه. به خاطر اینکه دستشویی مطرح شد خندش داره میگیره. به خاطر اینکه دستشویی مطرح شد شما تغییر میدین؟ بله دیگه شما که شما چطور؟ تغییر میدین؟ تو تغییر میدی احسان؟ من نه من بلا شک پس تو دستمال نمیخوای؟ شما تغییر میدین احتمالا یا نمیدین؟ ببین تمام این تلاشش هم برای اینه که نظر اون رو جلب کنم اینجوری می نیمیست ایشونه ناتو ایشونه لطفاً به من اعتماد کن من بهت شک کردم من میتونم به خودم رأی بدم نه ببین این یه سری خصیصه هایی که الان برای ناتو گفته شد یعنی از همین 10 تا بود چند تا بود خصیصه حالا هر چند 10 تا ببین بعضیش به تو نمیخورد ولی همه رو میچینی بغلم به احسان میخوره این ذهن کمدیش ببین من یه چیزی بگم من احسان رو خوب میشناسم شماها رو اولین بار سعادت پیدا کردم میدونم اون از انگشت نمیترسه باورش سخته خب من چرا بعد از انگشت بترسم من چه میدونم نه این شد همون هم به همین دلیل چرا من بترسم فانتزی آقا ببین تو ممکنه از اون مدل سرکاریام استفاده کرده باشی میگفتی من مثلا سری جوابو میگم ضربت نه نه سرکاری شوخی کرده باشی که سرکاری نه ممکنه تو خصیصم شوخی کرده باشی البته بازم میگم احتمال اشتباه من هم خیلی زیاده همه ناآگاهی ببینیم کیه خب تغییر میدهید یا نمیدهید شما تغییر دادی من تغییر دادم شما تغییر میدهید من بلا شک امید مهر شما موندی منم نه تغییر نمیدم تغییر نمیدم هست آقا میتونم دوباره عمو پشمان احسان کریمی اصلا معلومه چرا من این همه من صادقانه کمک کردم جواب سوالاتو گفتم به این دلیل بسیار خوب 20 خورده ای سال من تهران هر شب دارم پشمون میشم 2 دقیقه دیگه پشمون دو نفر اصلا بیشتر آدم جلز و بلز میزنم به خاطر اینکه من ناتو نیستم طبیعیه داره تلاش نهاییشو میکنه دو نفر نظرشون این بود که ایشون ناتوست، ایشون هم که در مزان اعتماد قرار گرفته نظرش اینه که احسان ناتوست حذف شده ها تشریف بیارید آره اشتباه کردی بابا 80 میلیون شما شکتون رو بگید آقای ماهر صد من همون اول گفتم روی برگه اول هم نوشتم آقای ماهر شما چی؟ آقای کریمی شما؟ من چی گفتم میگم من بین این دوتا هنوز گیرم میترسم که یهو اصلا ایشون بلند شه ولی خب شک چندانی بهشون ندارم همچنان پر رنگ برای من یعنی اگر بلند شی با اینکه در چشمات صداقت میبینم من ما نمیدونم چرا بی خودی به این سمت کشیده میشم ولش کن رسیدیم به انتها و اوج هیجان بازی ناتو بازی بلند شه و بیسته خودشه خوشو احسان تو روحه خوشو
بابا داره بازی میکنه، بلند شو دیگه بابا. من نیستم چرا با... آهنگش هم داره میزنه باشه آقا، باشه آقا. خانمیشم هم پاس ناتو بازی بلند شه بیسته تابلو بود توی کریمی. از زنم تابلو نبود. نه نه واسه من تابلو بود. کریمی خیلی خوب بازی کرد. ولی جان خیلی خوب بازی کرد. کریمی وایسا تو از انگشت میترسی؟ میترلا مسخره بازی میترسی؟ واقعا از انگشت چه ترسی داری؟ شاخام بافته فکر کنم. نه شاید مثلا اینجوری کنم مثلا. نه من یه شب یه فیلم ترسناکی دیدیم با خواهرزادم، فیلم رینگ بود. وایسا وایسا هضمت کنم. اینجوری انگوشته میاد بیرون. حلقه ساداکو. خیلی ترسناک بود. این از توی تصویر تلویزیون میاد بیرون. ما اینو کامل دیدیم. تنها هم بودیم. فکر کنم تنها این فیلم رو دیدیم. خونه خوابیدیم. خواهرزادم منم اینجا خوابیدیم. بعد من عادت داشتم که دستمو زیر متکا میبرم میخوابم. نیمه های شب من دستم زیر متکا بود. احساس کردم یه دست دیگه زیر دستمه. فراموش کردم که خواهر زدم خونمونه، خواب بودم. فراموش کرده بودم. همین تو خواب یادم وای یه دست که دست من نیست تو دستمه. یاد فیلم افتادم. بلند شدم گفتم همینجوری خواهر زدم از خواب پرید، هیچی نمیدونست. از خواب پرید اونم منو گفت تا یه چیز رو داشت مثلا 10 ثانیه یا حالا کمتر 7 ثانیه 8 ثانیه گفتیم خوابیدید. دوباره خوابیدید. تمام. این خاطره. از اون روز بعد کلاً رو انگشت آره حساس. دست بزنید برنده بازیه. واقعاً من با شما شریکم. از اول شما رو نشون دادم. شما یه نوشتید مهمه. همون نوشتم از اول. ناتو بالاخره ناتو خوب بازی کرد. تونست فریب بده. ناتو هم کارش همینه. حالا به هر حال مبلغی رو برنده شد و تو هم تو میدونی یا دوستانه الان ببخشید الان چند تا شریک دارم نزده اون... من که شریکتم نه آخه ناتو خودش برده میدونی نه کسی که اگه... درست حد زده باشه اگه ناتو میبازه اگر ناتو ببازه آها ناتو ببره کلش مال ناتو واقعا که آفرین آقای کریمی بله بله به افتخار خودتونم دست آقای کریمی بچه واقعا از حضورتون ممنونم چکه. از حضور تک تکتون ممنونم گروه به حالی هستی در کل خیلی کیف کردیم دم شما گرم دم ناتو گرم دم تمام دست اندرکاران این برنامه گرم عاشقتونم دیگه هر چقدرم حرف بزنم فایده نداره من بردم ناتو این بازی از انگشت میترسه و پلیس بهش مظنون میشه با تصور اینکه مواد فروشه و دستگیرش میشه.